به تازگی شهرام لاسمی بازیگر نقش قلقلی که او را همواره در کنار قنات به خاطر داریم متنی را در قالب نامه منتشر کرده که موجب نگرانی کاربران بسیاری شده است آنها میگویند چه اتفاقی افتاده که شهرام لاسمی چنین وسیعت نامه تلخ و عجیبی را نوشته آیا او از نظر سلامتی دچار مشکلات حادی شده در ادامه به همین موضوع میپردازیم اما قبل از ادامه اگر به ویدیوهای من هستیم. میخواستید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. شهرام لاسمی متولد 26 آذر 1343 در تهران بازیگر و مجری کودک است با نام هنری قلقلی سالها در عرصه کودک درخشید سپس در نمایش های تلویزیونی ایفای نقش کرد و حالا ازدواج کرده و دو فرزندم دارد بعد از آشنایی با یاد فریما فرحی تهیه کننده برنامه بازی شادی تماشا در سال 1363 وقتی 20 ساله بود به این برنامه راه یافت و نقش قلقلی را بر عهده گرفت این نقش موفق و اثرگزار را در دیگر برنامه ها مانند دوقلوها موتور امداد پیک بچه ها قلقلی در سرزمین قلک ها ادامه داد. قبل از شروع کارم در تلویزیون در شهر بازی تهران کار می کردم. آنجا در سالن نمایش تنز کودکان و نوجوانان روی صحنه می رفتم. اتفاقا شخصیتی که در نمایش های آنجا روی صحنه می بردیم شباهت زیادی به قلقلی داشت که بعدم به شکل تکامل یافته تر در تلویزیون اجرا شد. من سالها به خاطر نقش قلقلی در اجتماع حرف نمی زدم تا فضای ذهنی مخاطبانم به هم نریزد و همین با باعث می شد که خودم وارد نوعی سکوت و انزوا شوم و حتی شخصیتی درونگرا و افسرده پیدا کرده بودم. وی کار هنری را از تاتر تلویزیونی رویه های احتکار آغاز کرد و سال 1368 با مجموعه شنگول و منگول بازیگری را هم تجربه کرد. شهرام لاسمی در فروردین سال 1367 وقتی 24 ساله بود با همسرش خانم عاطف پازوکی چهره پرداز ازدواج کرد که ثمره این زندگی یک دختر به نام محسا و یک پسر به نام مانی است. خانم پازوکی میگوید ما از سالها قبل رفت آمد خانه خانوادگی داشتیم پدر من و پدر آقای لاسمی با هم دوست بودند و این آشنایی به ازدواج ما منجر شد برای خودم که سی سال را در این حوزه وقت کردم ناراحتم من وفادار بودم به قولی که به مسئولان دادم تا در هیچ برنامه ای حرف نزنم پیشنهادهای زیادی در حوزه بازیگری به من شد که به همین دلیل آنها را رد می کردم و اکنون بدون پشتوانه مالی در شرایط سختی زندگی را می گذارانم. وی در ادامه میگوید شاید باور نکنید ولی میخواهم مسافرکشی کنم تا بتوانم زندگیم را تعمین کنم شهرام لاسمی اکنون تنها سرگرمیش اجرای تاعت در شهر مشهد برای کودکان است به قول خودش دیگر مخاطب میلیونی ندارد و مخاطبش چند نفری شده است اما همین هم برایش کافی است و با آرامی میگوید این نیز بگذارد لاسمی دلیل فاصلش از تلویزیون را بی توجهی مدیران صدا و سیما عنوان می کند. این بازیگر برنامه های کودک در گفتگوی با ایسنا درباره دلیل دوریش از تلویزیون و گلش از مدیران سازمان صدا و سیما را با این عبارت آغاز کرد که می گوید شهرام لاسمی مگر وجود دارد. لاسمی گفت من سال هاست از تلویزیون دور هستم و اصلا دوست ندارم با این رسانه همکاری کنم. مردم همیشه به من لطف دارن که سراغم را میگیرن اما من مقصر نبودنم نیستم آنقدر حضورم کتمان شده که حتی در جایی از مدیری شنیدم که گفت شهرام لاسمی مگر وجود دارد او از دلتنگی حضور در برنامه های کودک گفت و در این زمینه به شخصیت قلقلی اشاره کرد لاسمی یادآور شد معلوم است که من هم دلم برای قلقلی و برنامه های دیگرم تنگ شده اما این خواست من نیست متاسفانه خیلی وقت است دیگر مرا نمیبینند من از ایش از کارم را در تلویزیون شروع کردم و آخرین کارم در تلویزیون سال 99 عتل متل تماشا با خانم سارا روساپور بود بعد از آن هرچه به صدا و سیما طرح ارائه کردیم قبول نکردند و من هم از تهران فاصله گرفتم و الان چند سالی است که در مشهد زندگی می کنم. قبلا در یک اجتماع بزرگتر بودم الان در یک اجتماع کوچکتر فعالیت دارم تدریس می کنم برای کودکان کار تاعت می کنم و خودم را این گونه سرگرم کردم او در پاسخ به اینکه اگر از شما برای همکاری مجدد در حوزه کودک دعوت شود دلتان میخواهد دوباره به تلویزیون برگردید پاسخ می دهد. you بعید میدانم مرا بپذیرند چون اگر میخواستند هرگز چنین رفتاری با من نمیکردند و هم را داخل سطر زباله نمیانداختند وقتی این رفتار را با من کردند، یعنی وقتت گذشته و دورت به پایان رسیده است در صورتی که همه میدانند ما در زمان جنگ و موشکباران در استودیو برای کودکان دهه 60، 70 و هشتاد برنامه ضبط میکردیم اما الان که بچه های امروزی نیاز دارند تا فرهنگ ایرانی را به آنها آموزش بدهیم تا سراغ فرهنگ های غرب متاسفانه ما را نمی بینند و کتمان می کنند. آنها می گویند مگر شهرام لاسمی وجود دارد. اصلا چه کسی است؟ لاسمی سپس در واکنش به بعدی رئیس صدا و سیما مبنی بر بازگشت چهرهای فراموش شده به تلویزیون این گونه گفت. فعلا که به من پیشنهادی نشده. اگر بشود میتوانم می توانم فکر کنم. من بچه ها را همیشه دوست داشتم و آنها تمام زندگی من هستند. آن زمان در یک اجتماع و رسانه میلیونی بودم اما الان در شهر مشهد با تعداد کم برای بچه ها کار میکنم، کارگردانی و بازی می فن بیان برای بچه ها تدریس می کنم و کلا ارتباطم با بچه هاست آن زمانم ارتباطم میلیونی بود اما الان ارتباطم چند نفری است که مهم نیست این نیز میگذرد متاسفانه حتی کارگردان ها و تهیه کننده های قدیمی سینما هم دیگر سراغی از من نمیگیرند و من نمیدانم دلیلش چیست این بازیگر برنامه های کودک همچنین در پاسخ به این پرسش که با تمام دلخوری ها یا توصیهای به مدیران تلویزیون در حوزه کودک دارید گفته است اگر دغدغهشان دق مردم و کودک باشد قاعدتا حرکتی انجام میدهند ولی وقتی دغدغه شان نیست من چه توصیه می توانم داشته باشم آنها باید دقدقه این را داشته باشند تا بگونه ای برای فرزندان این نسل برنامه سازی کنند که آنها را پای تلویزیون بنشانند و دوباره با تلویزیون آشتی بدهند نه اینکه بچه ها به سمت شبکه های اجتماعی و ماهواره بروند متاسفانه الان دیگر بچه ها از تلویزیون فاصله گرفتند باید ببینید چطور می توانند جزا جذابیت ایجاد کنند که دوباره مردم را با تلویزیون آشتی بدهند متاسفانه حرفهای ما به گوش کسی نرسیده و نمیرسد شما عزیزان خبرنگار زحمت مصاحبه میکشید دقدقه دارید اما باور کنید مدیران دقدقهشانی نیست شهرام لاسمی صحبتهایش را اینطور به پایان میرساند من همیشه آمادگی خدمت برای بچه ها را دارم اما اینکه با تلویزیون کار کنم را نمیدانم مگر اینکه کم لطفی این همه سال را جبران کنن که آن هم بعید میدانم اما به تازگی وسیعت نامه از ای جانب این شخصیت دوست داشتنی دوران کودکیمان منتشر شده که موجب نگرانی کاربران و طرفداران او شده آنها میگویند چه اتفاقی افتاده که شهرام لاسمی وسیعت نامه نوشته او میگوید پس از مرگم مرا به ایرانیان کشور کانادا در تابوتی شکیل قرار دهید و لباس زیبا بر من بپوشانید بگذارید مردم بیایند و مرا ببینن شاید کسانی که با من خاطرات خوب دارند برای من دعا کنند کسانی که با من بزرگ شدند و در کودکی چیزی از من یاد گرفتند برایم دعا کنند کسانی که دلم را شکستند از من طلب بخشش کنند کسانی که حق مرا پایمال کردند سهم مرا به فرزندان بدهند تا روح من شاد شود بر سر مزار من گریه نکنید و سیاه نپوشید و قرآن نخوانید بلکه اشاری از حضرت مولانا یا شمس و عطار با صدای دلنواز استاد شجریان یا فرزندش پخش کنید التماس می کنم پس از دفنم دیگر به سراغم نیایید و بگذارید به سوی معبودم بروم شهرام لاسمی وسیعت نامه مردی که سالها دوید و تلاش کرد تا دل کودکان ایران زمین را شاد کند تا دای خیر آنان را با خود در کوله بگذارد و با خود ببرد تا شاید خیر خیران کودکان راه گشایی باشد تا الله او را بپذیرد و در آغوش بگیرد شهرام لاسمی خسته ای از روزگار پرنیرنگ دی شیخ همیگشت گرد شهر از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست او پیشتر گفته بود به دلیل علاقه که نسبت به شخصیت قلقلی داشتم این شرایط را پذیرفتم خیلی ها به من گفتند که کلیشه می شوم و تیپ های جدید بگیرم و از بازیگران دیگر شخصیت های مختلف را بردارم اما گفتم که من می خواهم با قلقلی و بی کلام بودنش ماندگار شوم همه خانوادم به هنر و سینما علاقه دارند دخترم کار تدوین می کند دامادم در خبرگزاری کارهای گرافیکی و تدوین انجام می دهد. پسرم مانی هنرجوی آموزشگاه بازیگری کودکان و نوجوانان است و مشغول تمرین کار توات می باشد و همسرم هم کارشناس گریم و چهره آرایی است. سعی می کنم مطالعه کنم و اگر فرصتی دست داد به توات بروم بهترین تفریح هم دیدن فیلم است. بیشتر در زمینه ادبیات کهن مطالعه می کنم. با آثار مولانا و سعدی هم خیلی علاقه دارم. همچنین سعی می کنم در زمینه ادبیات کودکان مطالعه داشته باشم. من و آقای مجید قناد از زمان ایفای نقش برنامه بازی شادی تماشا با یکدیگر دوست هستیم و رفت آمد خانوادگی داریم بچه های ما نیز با یکدیگر دوستان صمیمی هستند دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا برنامه بعد بدرود